پاییز 1356 کانون نویسندگان ایران با همکاری انستیتو گوته در تهران 10 شب شعر و سخنرانی در باغ سفارت آلمان برگزار کرد که به شب‌های شعر گوته معروفند. بیش از 60 نویسنده و شاعر در این شب‌ها علیه فضای اختناق و سانسور حاکم شعر خواندند و سخنرانی کردند. جمعیت عظیمی از سراسر ایران در این شب‌ها حاضر شدند و حاصل جمع حضور مردم و روشنفکرای طیف‌های مختلف یکی از مهمترین و بزرگترین رویدادهای فرهنگی پیش از انقلاب را رقم زد. شمیم دوستدار فیلمی تهیه کرده که بعد از 35 سال به مرور این 10 شب می‌پردازد. گزارش ذیل بازخوانی پرونده برگزاری شب‌های نویسندگان و شاعران ایران در سال 1356 است که در پاییز همان سال به قلم این جانب به اداره محترم نگارش وزارت فرهنگ و هنر ارائه گردید. سرعت وقوع حوادث سیاسی در آن زمان بگونه‌ای بود که آن اداره محترم مجال بررسی و تحقیق و تفحص در مستندات ارائه شده را نیافت. امروز نظر به انطباق مکرر و مشهود این ایام با آن سالها، این جانب مرقومات و تجربیات خود را پس از 35 سال تقدیم می دارد. خانم ها، آقایان، در آغاز سخن اجازه می خواهم به نمایندگی کانون نویسندگان ایران از انجمن روابط فرهنگی ایران و آلمان انستیتو گوته و از رئیس ارجمند آن آقای دکتر بکر سپاسگزاری کنم. Also, da müssen wir einige Jahre zurückgehen und zwar und jetzt kamen eben andere Kui. Es kamen immer mehr und sagten, wir möchten etwas Großes machen. Und dann habe ich gesagt, na ja, gut. Wie groß? Und dann sagten sie 50 bis 60 Schriftsteller. Und ich muss Ihnen sagen, das hat mich völlig überzeugt. Wenn etwas, dann lieber was Großes als nur tröpfchenweise. Und so kam das ins Rollen. Also es war praktisch. من موقع در ایران نبودم، ولی در مقدمات این داستان حضور داشتم. قرار بود شب شعری برگزار بشه و اینکه خب دنباله‌هاش کشیده شد به خیلی چیز ماجراهای دیگه، کسی به فکرش نکرده بود. ما از پیش می‌دونستیم که کار به هنگامی رو داریم انجام میدیم، چون واقعا مثلا سانسور خب فلج کرده بود اهل قلم رو. فرصتی بود که کانون به دست آورد و به خوبی هم از اون استفاده کرد. دستگاه دولتی دچار وحشت شده بود از اینکه این چنین شب‌هایی میخواد برگزار بشه. این نگرانی رو ما دائما داشتیم که ممکن هست عده‌ای رو دستگیر کنن، ممکن حتی تعطیل کنن شب‌ها رو. قرار بر این بود حرف سیاسی نزن. ده شب یه تجربه موفق بود، هم برای ما هم برای مردم. یه نوع تمرین دموکراسی بود. انتظار داشتیم که استقبال بشه و عده زیادی بیان، اما به خواب شبمون هم نمیدیدیم که این همه استقبال بشه. یعنی که باغ گوته که پر میشد، هیچ بیرون از باغ روی پرچین باغ جمعیت بود. علی‌رغم اینکه مثلا بارون هم میومد اون شبها، ولی مردم حضور داشتن. راجع به مسائل هنر معاصر صحبت میکنم. صدام میشنوید ایشالله نه؟ شب اول خانم دانشور سخنرانی کرد. سخنم را با ستایش آزادی فتح باب میکنم
به این امید که این حق برای هنرمندان و همگان همواره بازشناخته شود. حالا امید شعر امروز ما مهدی اخوان صالح. برخیز تا به خون جگرمون وضو کنیم، نفرین کنن به چهره زردش تفو کنیم. اجتماعات سنگین از شب دوم شروع شد. نزدیک به دو برابر مردم افسرده شدند. Eine der wichtigsten für auch für die Schriftsteller selber war natürlich die Forderung nach der staatlichen Anerkennung des Schriftstellerverbandes. Das die Freiheit des Wortes und so weiter. ما میگوییم در شرایط فشار و اختناق ادب و هنر امکان رشد طبیعی ندارند. نک نوبت آقای نعمت میرزازاده. وقتی نوبت من میشه یه مقدمه کوتاهی میگم مبنی بر این که در هر کار جمعی مسئولیت هایی هست. بنابراین شعرهای بیشتر و دیگر را به فرصتی دیگر و فارغ از مسئولیت جمعی و مراعات زمانی واگذار میکنم. چنین باید شب در آفاق گسترده روح سیاهش، شهر در بستر خوابهای پریشان، بانگ بیدار و گرم سحوری شکفته است. شب سوم که اصلا بارونم میبارید و چه باران جرجری. زیباتر از اون این که مردم زیر چتر‌های گشوده و به هم پیوسته برای خودشون یه چادری پدید آورده بودن. بارون جرجر روی سرشون میبارید ولی همچنان گوش میدادن به شاعران و نویسندگان خودشون. من راجع به یک گروه های نظارت نامرئی میخوام صحبت کنم که حتی یک کمی خطرناکترن به دلیل اینکه چهره مشخص ندارن. شمس آل احمد، برادر جاودانیاد آل احمد. آدم خوب بود در اون موقع، فقط یه جایی مثلا از دهنش پرید که این نظام فاشیستی، و همون موقع ما دلمون لرزید که الان میگه نظام فاشیستی چه اتفاقی میفته. در لجنزار بیقانونی های تنگ چشمانه و در تلقیات و برداشت های فاشیستی نظام حاکم. از رای شعرخوانی و سخنرانی اندکی آغاز کرد به روبه زیاده روی گذاشتن، روبه بی پرده تر و بی پرده تر شدن و پرده دری. من به حکم شغلم میخوام راجع به شبه و با یا شبه هنرمند صحبت بکنم. علیرضا نوریزاده، شاعر و مترجم. و یه شعر برای فلسطین خوندم که اونجا، یه شعر برای صمد خوندم که اون شعر رو مردم چه کردن. خیلی غروب روی عرس ذره ذره می‌ریزد و ماهیان سیاه یتیم به یاد شعر صمد یک دقیقه می‌میرند. هوشنگ ابتهاج، سایه. امشب همه غمهای عالم را خبر کن، بنشین و با من گریه سر کن، گریه سر کن. ای سبز، ای انبوه اندوهان دیرین. Manchmal so gereizt bei diesen Sitzungen, die wir vorher und nachher, nach jedem Abend, also bin da keine Nacht vor 1-2 Uhr nachts nach Hause gekommen. خب شب با سخنرانی باقر مؤمنی شروع میشه. گفته بودن از کلمه سانسور نباید استفاده کنید و کلمه ممیزی رو بگید. طرفداران سانسور در هیئت حاکمه اخلاق و مذهب رو دستاویز سانسور قرار میدن. و من اینو خبر نداشتم. بعد شب پنجم که خودم اومدم که صحبت کنم، عنوان مطلب من اصلا سانسور و عوارض ناشی از آن بود.
سانسور موجب جوانمرگی هنر و هنرمند و مرد فرهنگی می شود. سانسور پیوند ملت را با فرهنگ گذشتش قطع می کند. سانسور جوشش و طغیان هنری و ادبی را مهار می کند و استعدادها را یا در اول راه یا در نیمه راه می کشد. گفتن نه سانسور نباید گفته بشه. گفتم که یعنی چی؟ اصلا این شبها مربوط به سانسوره و کلمه سانسور هم سانسور میشه. سلام شکستگان سالهای سیاه، تشنگان آزادی، خواهران، برادران. سعید جان سلطانپور که تازه از زندان آزاد شده بود اومد و پشت تریبون قرار گرفت. هم اکنون چند تن از دوستانم به جرم همکاری در اجرای نمایشنامه انگل در بندن. راجب سعید سلطانپور نگرانی بود که نباید شروع کنه. به خاطر اون روحیه و اون حالتی که داشت، حالت انقلابی که داشت. و من همچنان که کانون نویسندگان خواستار آزادی در بندان هستم. Assistent dort flüsterte mir zu, Herr Becker, jetzt geht's gegen das Regime. با کشورم چه رفته است که زندان ها از شبنم و شقایق سرشارند. مسئله سلطانپور البته خیلی یه خورده بیخ پیدا کرد روی یه خورده بکر میگفتش که این یه خورده شعاری شد، ممکنه که مشکل باشه. به پرام، به دکتر پرهام تذکر داد. حالا روایت پرهامه، میگه که چرای دیگه با منشون داد، چرای انقلابی خوند. پرهام میگوید که جمعیت به هم ریخته بود و بدجوری شوریده بودن. دیزه اتمسفیر این شپنوم این در لفت دی منشن دی ساسن الی آف بودن و اینکه nicht so wenige fingen an zu weinen. Ey خفتگان خود، این مرد روستایی، این مرد کارگر، این پهلوان زخمی ایران. اینها داره در درون باغ میگذره، ولی در بیرون از باغ چه میگذشت؟ تمام اون کانون فرهنگ ایران آرمان در واقع در محاصره نیروهای نظامی بود. Dann wäre ein großer politischer Skandal entstanden der ja schwierig zu rechtfertigen ist. تشویق که از سلطانپور میشه نشون میده که این جمعیت تحت تاثیر چیه. برای اینکه شما باید بدون راحت توی جمعیت مثلا 10000 نفر اگه 500 نفر با هم برنامه داشته باشن میتونن تمام جمعیت رو بکشونن. و فکر میکنم که اگر 10 شب شعر ما 15 شب شعر بود فاجعه ای حتما پیش میومد. می شکنیم و فریاد میزنیم، تکه تکه و بی حزب فریاد میزنیم. بالاخره به هازین رفت و با هزار خواهش و تمنا اونو از تریبون یا به قول من رو از خر شیطون پیاده کرد. Ich habe so eine Situation noch nie vorher selber durchleben müssen. Und es war für mich sehr schwierig. In diesen 10 Tagen habe ich 8 Kilogramm abgenommen. Obwohl ich normal aß und normal trank. در شروع جلسه آقای دکتر هاینز بکر چند کلمه با شما گفتگو دارند. Liebe Freunde, wir freuen uns sehr, dass Sie auch heute wieder so zahlreich sich hier bei uns versammelt haben. گفت که اینجا به هیچ وجه جنبه سیاسی نداره، کاملا جنبه فرهنگی داره. باز تکرار کرد و نباید وارد مسائل سیاسی بشید. با توجه به احترامی که برای مردم ایران قائل هستیم به خود اجازه نمی‌دهیم در مسائل دخالی سیاسی این کشور که مهمان آن می‌باشیم مداخله کنیم. متاسفانه در بعضی از شبها بعضی از سخنگویان و شاعران از حد مسئولیت مشترک پا فراتر گذاشتند. هیئت دبیران موقت کانون نویسندگان ایران از این بابت بسیار متاسف است. هیئت دبیران یه ملاحظاتی داشت، میگفت که ما میخوایم این فرصتی که به دست ما افتاده
اینو ازش بهره برداری کنیم تا آخر، نه اینکه بیایم مثلا شب اول تند روی کنیم و اینا و دستگاه هم بیاد کاسه کوزه ما رو به هم بریزه. والا پیامدار محمد، گفتی که یک دیار هرگز به ظلم و جور نمی ماند بر پا و استوار. آنگاه تمثیل وار کشیدی عبای وحدت بر سر پاکان روزگار. آقای هوشنگ گلشیری، امشب میخواهم در مورد جوانمرگی در نثر معاصر و ادب معاصر فارسی حرف بزنم. راستی یادم آمد آل احمد و ساعدی و این آخری ها شاملو و دیگران را ممنوع المطلب کردند، یعنی که نباید حتی اسمشان در رسانه های گروهی برده میشد. آخر مگر میشود آبروی فرهنگی را حذف کرد؟ از آقای مشیری خواهش میکنم تشریف بیارن طرف میکروفون. من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک اگر آلوده یا پاکم. من اینجا تا نفس باقیست میمانم. داریوش آشوری، نویسنده و محقق و مترجم. من خیلی رغبتی به این کار نداشتم، ولی یک جور به حال چون تکلیف جمعی بود من پذیرفتم و شرکت کردم. عنوان گفتار من شعر آزادی است. شب هفتم و در اون شش شب قبل به اندازه کافی راجع به سانسور و مسائل سیاسی قضایی ها صحبت شده بود دیگه، تکرار اونها معنی نداشت. و حقیقت انسان آزادی است و شعر زبان آزادی و شاید عین آزادی است. نه در اون شب و نه در روز بعدش متاسفانه نتونستم، به شدت بیمار شدم. هر شب بودم به شدت بیمار شدم و دوست دیگری که در اون شب شعرخوانی داشت شعرهای من رو خوند. تاریکی پلهای فرسوده را نمی آزارد، آنجا که پیوند لب و دندان گیاه نابخردی را تجویز می کند به گوش باید بود. دوست خوب ما آقای جلال سرفراز، من اون موقع روزنامه‌نگار بودم که با کیهان کار میکردم، ازم خوب شعرم میگفتم اینا. آخرین شعر به یاد صمد بهرنگی میکنم. و ماهیان کودی از موجهای سنگین برخواستند، من پای بوته های تلو بودم و انتهای زمزمه آغاز روز بود. این روزها با هر که دوست می شوم احساس می کنم انقدر دوست بوده ایم که دیگر وقت خیانت است. گفتارم را با عنوان فضای حرف و فضای عمل به شما عرضه می کنم. پیام های پشتیبانی خیلی خوبی دریافت میکردیم، از جمله از ژان پل سارتر، از سیمون دو بوار، از بسیاری از روشنفکران بسیار مطرح اون زمان. ما میخواهیم همبستگی خود را با دوستان روشنفکر ایرانی خود به صدای بلند اعلام داریم و با نیروی تمام از تظاهرات حق طلبانشان که از یک هفته پیش آغاز شده است پشتیبانی کنیم. امضا ژان پل سارتر، سیمون دو بوار، موریس کلاول، رولان بارت، لوی آلتوسر، لوی آراگون، فلیکس گاتاری، میشل فوکو، جورج لولوز. از عبدالله تونکابونی، مزنوخ، از فریدون تونکابونی. باران باریده بود و من گفتم که این دوستان شاعر ما هی اومدن اینجا شعر خوندن، حالا منم حسودیم شده میخوام شعر بخونم، ولی من شاعر نیستم، بنابراین از سعدی شعری میخونم. باران که در لطافت طبعش خلاف نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. بعد دیگه بر حسب اون تفسیرهایی که اون موقع میکردن میگفتن که خب در باغ لاله روید که معلوم بود، این دستشو اینجوری که گفت در شورزار خست مثلا کاخ نیاوران رو گفته، از این چیزا. و همچنان کار ادامه داشت تا با پس این شب، شب آخر سخنران اصلی آقای بهازم بود. دوستان، ده شب به صورت جمعیتی که غالباً سر به ده هزار و بیشتر میزد
آمدید و اینجا روی چمن و خاک نمناک نشسته و ایستاده در هوای خنک پاییز و گاه ساعتها زیر باران تند صبر کردید و گوش به گویندگان دادید. چه شنیدید؟ آزادی و آزادی و آزادی. از جواد طالعی، جوانترین شاعر امشب، تقاضا میکنیم که بیان و شعرهاشون رو برای ما بخونن. شیر در مرداب که در واقع یک برداشتی بود از زندگی خسرو گلسرخی، اتفاقی که برای خسرو گلسرخی افتاد، در صورت چهار تا شعری که من خوندم همه به یک چینی، به یک شکلی جنبه سیاسی پیدا میکردن. از درون میدرد سینه خود شیر تا برشدنهای دیگر. از کسانی که اون شب شعر خوندن غیر از من، دکتر اسماعیل خوئی یادم میاد. با خودم فکر کردم که چون شب آخری دیگه بعدی نخواهد داشت، به دنبال چیزی نخواهد اومد، من میتونم کار سعید سلطانپور رو در اون شب تکرارش بکنم. فریاد بارهاتان را در پرده های گندیدن از نزدیک میشناسم، در پرده های گندیدن فریاد بارهای شما، ترسیدن خواب های عفونت بر چهره پرابله مرداب است. هوشنگ جان گلشیری اما از توی اون اتاقی که از هیئت دبیران درش بودن دو بار اومد و بارون هم می اومد اون شب، اومد و یک کاغذ گذاشت دور من که اسماعیل جان یادگاری نکن. نوار صوتی آخرین سخنرانی این مراسم مفقود گشته و این جانب با نقل جملات پایانی آخرین بیانیه اعضای کانون گزارش خود را به اتمام می رسانم. آرام همان گونه که بودید به خانه هایتان که خانه های ماست بروید و کاری نکنید که ممیزان تا پیش از آن که ببالیم ریشه های من را بخشکانند و تا پیش از آن که جنگلی بزرگ شویم قطع من کنند. بالاخره این شبها به خوبی و خوشی برگزار شد. اون شبهای شعر تبدیل شد به یکی از سمبول های حرکتی که سرانجام چرخشش به کارش رو به انقلاب کشون. به اون حس اسیانی که مقدم انقلاب ایران بود این شبهای شعر کمک کرد. این چیزی که نمیتونه پیش بینی کنه همچی چیز خواهد شد. Dass der Anfang des Untergangs des Pahlavi Regimes gewesen sei. و کیست که الان ببینه که از اونهایی که اون شبها رو به وجود آوردن، اونها که فیلمهایی گرفتن، عکسهایی گرفتن، اون جوانهایی که با او شور آمدن، ما نمیدانیم چقدرشون هستن، چقدرشون نیستن، همچنون که از شاعران نویسندگانش بسیارانی نیستن، از این 63 نفر. با خواندن این جمله آهی سرد از دل پردرد برآوردم و گفتم جان و سخن از زبان ما میگویی. سانسور پیوند روشنفکر را با ملتش و مخاطبش و حتی با خودش به عنوان یک عضو جامعه قطع می‌کند. حقیقت انسان آزادی است و شعر زبان آزادی است و شاید عین آزادی است. و از این روز که شاعر می‌گوید بیهوده می ستیزم تا در حالتی نبوده بیاویزم، یا در حالتی نیامده بگریزم تا از حالتی که هست بپرهیزم. در خواب‌های بیژن هر شب سیمرغ پرگشوده ز البرز، شیر در بهت مرداب خوانده دست مردار، داغ دارد به دل راز در چشم. من پای بوته‌های تلو بودم، به انتهای زمزمه آغاز روز بود. یار من با عطسه یک ستاره برمیخیزد و ماهیان سیاه یتیم برای شعر صمد یک دقیقه می‌میرد. شعر رهایی است، نجات است و آزادی است، اگر آزادی جان را این راه آخرین است. دریغ که از شبی چنین سپید سر نمی‌زند، ما را که در ورای مفاهیم تازیانه زدیم
هر شب به خط دبیرانه فلک کردم. من بچه جوادیه ام، از روی پل که میگذری غمهای سرزمین من آغاز میشود، که کارخانه توپ و تفنگ غربی ها به گرد کاکل نفت جنوب میچرخید. ما مردمان اتفاقی بودیم، تمام حکایت همین است، تیغیم و نمیبریم، ابریم و نمیباریم. در این زمانه بیهای هوی لال پرست پیرانه باز میگردیم 30 سال بعد از این. گلگشت جوانان یاد ما را زنده دارید ای رفیقان. و چشمهای عاشق من همیشه رنگ رسیدن دارم. شکوه من دا برخیزیم بر آن زمانه زیباتر. هوای باغ نکردیم و دور باغ گذاشت.